این تا 3 سال اون سیستم عشق هست، اون ذهنیت ها ایجاد میشه، اون فرآیند ها هست و میره جلو. این 2.5 الی 3 سال یعنی چی؟ این 2.5 یا 3 سال یعنی که شما بعد 2.5 تا 3 سال دیگه اکسیتوسین ترشح نمیشه. رترو بزنم به اول صحبتم، گفتم توی 5 سال اول طلاق. مسائل ببین، صرف تستوسترون خالی 2 تا 6 ماه، 2 تا 6 ماه، یعنی شما صرفا به خاطر کشش جنسی بخوای بری جلو، به خاطر سکس به کسی ازدواج بکنی، 2 تا 6 ماه خدافظ. دیدی کور میشن، اصلا طرف اصلا زده بالا خفش کرده، اصلا چشش نمیبینه، گوشش نمیشنوه، سومون بکمون اومیون فامولا یورجام کوره. هر چی طرف میگه میگه باشه، مهریه فلان باشه، این باشه، این باشه، دختره هم میگه این هر چی از باشه، اصلا این بطن این اصلا یه چی، این خوبه. خب فقط برای سکس عقد که کردن، سکس کردن یهو چه شش با میشه؟ چرا؟ چون شهوت ریخت. چرا؟ چون اون کش جنسی تموم شد. خب حالا اطفای شهوت شد، میبینه وای این چه داغونه، میبینه اصلا این تازه به قول بچه چه شش وا میشه. برای همین میگم، میگم ببین طرف جذبه جنسی شو داشته باشه، هدف این باشه که سکس بخوای بکنی، اما این که فقط تو الان اینو دیدی کور شدی بهش برسی بدون برای سکس، اصلا ببین خواهر من، برادر من، جفتتون به غلط رفتین. این راه که تو میروی به ترکستان است. گفت ترسم نرسی به کعبه عربی، این راه که تو میروی به ترکستان است. ولی حالا خب اون الان این شما هم همونین، همون راهی که دارین میرین به ترکستان میرین. خب پس بنابراین یادتون باشه اگه بر اساس کشش جنسی رفتید، بر اساس عشق و عاشقی رفتید جلو، شما رابطتون بیشتر از 2.5 الی 3 سال نخواهد بود. مامان من بود، بابای من بود، بیار پیش من بهت میگم چه جوری بود. دو تا تست کوچولو ازش میگیریم، دو تا سوال جواب، نیم ساعت قشنگ در میاد. بلافاصله بعد 2.5 3 سال دیدن هیچی نمیشه، بچه تولید شد، رفتن تو فاز بچه، بچه داری و بچه بازی و عروسک بازی و نه با اون پدوفیلیا، نه با بازی با بچه و فلان این حرفا، طرف وارد این شده. عبارت خیلی زیادی رو من از خیلی از افراد شنیدم، طرف میگه خب ما به زندگیمون به هیچ چی رسیده بودیم، به پوچی رسیدیم، گفتیم دیگه چیزی نداریم، سر همین شد بچه آوردیم. تو پدرت خوب، مادرت خوب، یعنی چی به هیچ چی رسیدم؟ تو اصلا مشکل داشته ازدواجت که با این آدم به هیچ چی نرسیدی؟ یعنی مغز نداشتی؟ توهی مغزی؟ افراد توهی مغز این حرفا رو میزنن. ناراحت میشی ببخشید، میتونی لایو نبینی، ولی من نمیتونم دروغ بگم. قل الحق ولو اذر ربها صاحبه، حق رو بگویید یا بگو، هرچند که صاحبش ضرر کنه، با ضرر بگیم. این دلیل طلاق هاست، این دلیل اکسترامریتال افر، روابط زناشویی موازیه، این دلیل این که طرف همزمان با چند نفر دیگه رابطه داره، تمام اینا برای همینه. ازدواج غلط بوده، از نتیجهش این شده است. به زور بیا بچه ها رو بده ازدواج کنن، ازدواج فله بیا بکنه، هزار بنا آقا بود دو بود دو، حالا بچه برم رفت دوم، دیدی تا تو چیز دانشگاه تا سری دختری دوست به سر میگیره، همه دختر رو دوست به سر میگیرن، اولی نامزد کرد همه نامزد میکنن، و اولی که ازدواج کرد همه، بعد حالا دپرس میشه طرف، وای من لیسانس گرفتم فلان. حالا مثلا طرف اومده رشته پزشکی، دختر میاد صحبت میکنه، میبینی خب خانم دکتر مثلا حالا استیجر شدی فلان اینا، بعد حالا انترن شدی فلان شدی، خب اکسترن شدی، بعد اینترن اکسترن فلان، طرف دونه دونه اومده هر لول. اون میاد ببینه اول خب تموم شد، آقا سال پنجیک شدیم فلان شدیم، ای ول اینا تموم شد فلان، تا میاد برسه به استیج فلان، اونا رفتن دوست، همه دوستای من رشته های ساده خوندن، این خوندن اون خوندن، لیسانس گرفته این، شوهر کرده، من بدبخت شد. خب یه فاز اینجا میاد، رسید فوق لیسانس فلان، بعد میاد خب اینا چیز دیگه، پزشکی ها میدونین که 7 سال که میخونه تازه میشه فوق لیسانس، خب بعد بیرونی ها که میخونن 6 ساله میرسن فوق لیسانس، بعد این خب یه قبطه ای هم داره، خب میبینه دوستای دیگهش مثلا تو لیسانس شوهر کرده اون یکی فوق لیسانس فهم، ولی خب خیلی چیزهای دیگه هم هست که خب خبر نداره، و با این بچه خراب میشه، چیزی با یه تأسفی میان صحبت میکنن، فوکس گروپ میزنن فهم. نه نگران نباشین، شما حداقلش از طلاق ایمن بودید اگر ازدواج نکردید. ببینید این واقعا یک چیزیه که زمانی که نمیدونید چطور تصمیم بگیرید، زمانی که نمیشه نکنید کاریو. این چرندی که افتاده میگه یک کار کردن بهتر از هیچ کاری نکردن، حتی کار غلط، خداوند لعنت کنه اونیو که این حرفو زد، و لعنت کنه هر کی این حرفو تکرار میکنه دوبله. یعنی یه الهی آمین بگو، بیشبادم بگو، بزن تهش بره. این چرت و پرتا چیه؟ بزرگترین دلیل ما اینه که دلیل اشتباهات ما اینه که ما این تفکر اشتباه رو داریم. قورت دادم اون چیزی که می‌خواستم بگم، این تفکر کاملا اشتباهه. وقتی تو نمی‌دونی چیکار کنی اصلا کاری نکن، اصلا کاری نکن. این که من یه کاری بکنم بهتر از این که، اصلا چرت چنی چی؟
چون خیلی از مواقع من تو بحث های بورس خیلی دارم بهتون میگم، تو روانشناسی بورس من دائم دارم میگم شما اصلا هیچ معامله ای رو باز نکن مگر اینکه 100% مطمئن باشی کاری که میکنی فرایندت فرایند درستیه، نه اینکه قطعیت داشته باشی در نتیجه، نه صحت فرایند تو خودت باید به 100% برسی. حالا اینکه میگم 100% قصه داره دیگه، خب وقتی مطمئن نیستی چرا انجام میدی؟ چرا شما چرا عاقل کنند کاری که بازارت پشیمانی؟ به این جنبه چیز داشته باشید، عنایت خیلی خاص و ویژه داشته باشید. اصلا نیازیست شما تصمیم میگیرید، اصلا نیازیست کاری بکنید. بزرگترین اشتباه شما این است که کاری بکنید زمانی که مطمئن نیستید و نمیدانید. این خودش بزرگ، چون ببین شما اشتباهی میکنی، وقتی اون اشتباه کردی دیگه جبرانش مقدور نیست. و بعد یادتون باشه کنفوسیوس جمله جالبی میگه، میگه جبران اشتباه خودش یه اشتباه دیگه است. بله جبران اشتباه خودش یه اشتباه دیگه است. خیلی جمله قشنگی داره، خیلی اصلا این چیزای ردیفیه. کتاب ایچینگ هم خوبه، دوست داشتین بخونید. آره ایچینگ رو براتون اون ویدئوی فالگیری توضیح شده دادم، حالا اگه چیز بود بعد یه ویدئوی مشتی براتون بذارم تکی ایچینگ رو بگم اصلا چی هست. یعنی ایچینگه نه خب آره باشه چشمی اینجا با چیز الان تذکر دادم بچه از پشت استیج که آقا کلاسای فالگیری تو ببند برگردیم به بس شیرین ازدواج تا اینجا شد. خب پس شما باید دوپینگ نظیرش مارک نداشت، حواسم هست. پس بنابراین شما هدفتون از ازدواج رو باید بدانید که چیست. خب خواهش که ازتون دارم یه کاغذ بردارین و بنویسین، این ویدیو رو 10 بار ببینین، 20 بار ببینین، نکاتش رو بنویسین. ریفرنس ها رو میگم وسط، آخرش هم ریفرنس ها رو میگم، از هیچی نترسین، زیرش کامنت بدین، بعد جاهای مختلف نظراتتون رو بدین. ما باز اگه لازم بود جاهای مختلف مسائل مختلفش رو مطرح میکنیم، باز میکنیم، مشکافی میکنیم، ولی اینها خیلی مهمه. پس اولین گزینه شما هدفتون از ازدواج چیست؟ هدفت چی؟ هدفتو مشخص کن. میخوای به یک جایگاه برسی؟ میخوای چیکار کنی؟ خیلی از افراد وقتی میخوان ازدواج کنن دارن فرار میکنن از خونش، از پدر و مادرش دارن فرار میکنن. قدیم مثلا یکی از چیزهایی که بود، خب ما تو خیلی از کتاب ها خوندیم، حتی مثلا نمونه فروید اومده در اون زمان، فروید و آنا فروید و اینا، مثلا هست و دقیقا یادم پدر گفته دختر بگم مثلا دختره اومده بود پیش اینا مشاوره داشته، گفته که من ازدواج کردم برای اینکه بتونم ماتیک بزنم برم سینما. آه اون زمان تو اتریش آلمان فلان، ماتیک بزنم برم سینما. در ایران هم من از خیلی های نشنیدم که گفتم مثلا قبل انقلابی ها بودن، مثلا اجازه نمیدادن که آرایش کنن، فهم مثلا میگم من دوست داشتم آرایش کنم، لاک بزنم، لاک قرمز بزنم، ماتیک قرمز بزنم و کفش پشت تلق تلقی بپوشم و تلق تلوقی و به قول کفش پشت صندلی و برم سینما برم ازدواج کردم. خب میگفتم مثلا من حتی یادم یک جایی بودی که از یادم نیست کیه حالا دقیقاً، مثلا طرف میگه اون موقع مثلا من دوستش دارم کاباره، ما رو نمیبردن، خب ازدواج کردم برم کاباره، دوستش دارم کاباره. حالا چون ببینین اون زمان حتما یکی نمیرفت اون بالا برقصه با، خب خیلی میرفتن تو کاباره میشستن غذا میخوردن درینک میزدن فلان، یکی اون بالا میرقصید اینا میشستن. مثلا خب این دوست تفریحی بود، حالا اون زمان بود، لعنت کنه خدا شاه رو، دور به قبرش بره، خدا لعنتش کنه به خدا. دوپینگ لازمه؟ آره میدونم دوپینگ خیلی خوبه، همیشه دوپینگ کنیم، دوپینگ چایی، دوپینگ قهوه، دوپینگ چای سفید. حالا چیز عطاریمو باز میکنم، آره یه ویدیو عطاری دارم براتون میذارم، مثلا اون یه چیز دبشی دوره میذاشتیم ما دوره جانشین پروری، اون ویدیو عطاریه بود، به در زندگیتون هم میخوره، کانون زندگی رو اینجوری گرم میکنه. با کسی خاصی راه بری اوکیشی فلانشی، ویدیو منو ببینی 100% اگه نباشه 80% کارت ردیفه. چون نه اینکه بگم من خوبم، نه دارم به این منابع رو میذارم جلوتون ببینیم با هر چیزی که میتونیم بریم جلو دیگه، فیزیولوژیک و سایکولوژیک و سوسیولوژیک میریم جلو. عامل بعدی چیه؟ شما باید مشکلات خودتان را بشناسید. پس هدفتون از ازدواج رو باید مشخص کن. دنبال پولشی، میخوای فرار کنی، هر چیزی، یکی اس میخواد کامل شی، یکی اس میخواد سکس کنه، ببین چیکار میخوای بکنی. به من ربطی نداره تو برای چی میخوای چیکار کنی، خودت با خودت صافیش بنویس رو کاغذ، من میخوام فلان کار رو بکنم. میدونی چرا؟ چون میرسی پایین بهش. یه دوستی بود اومده بود صحبت از فلان و اینها، بعد چیز میکنم میگفت مثلا خانومی بود
من دوست دارم مثلا اینجوری ازدواج کنیم و بعد بغل هم بخوابیم و دوست دارم اینجوری شب تا صبح تو بغل طرف باشم. شب تا صبح تو بغل طرف باشم اینجوری قفل کنیم هم دیگر رو بخوابیم. و حالا چیزهای دیگه. یه ذره بهش فیزیولوژی توضیح دادم، بعد یه ذره بهش گفتم ببین اینجوریه، بعد یه ذره بهش یه چیزی گفتم، گفتم ببین الان اولین کاری که میکنی به پهلو بخواب، رفتی خونه دستو دراز کن، یه بالشتی از این بالشت مخده قدیم ما بهش میگفتیم مخده، هی دو چشم، هی آخر تنها میگفتن بهش، یه دونه اینا بگی به حالت، یه ذره سنگینش کن، اینو بگی به حالت اونجوری که میگی بخواب. گفتم من از این خرسیه دارم، گفتم نه مخده بگی سنگین باشه، گفتم بخواب، اگه دستت خواب نرفت، اگه تونستی تحمل کنی گام بعد یه چیزی بذار پوف کنه تو صورتت مثل این پنگ کوچولوها. گفتم حالا اینم بذار ببین اگه اینا رو میتونی این حرف رو بزن. و خندش گرفته بود، میگفت دکتر چی سر کلاسی هم بود. گفتم که بالا حقیقتش ببین شما ریالیتی نیست، اینا آیدیاله، این تخیله. وقتی شما می نویسید، حالا بهتون میگم گام بعد باید برید چک کنید بپرسید، باید بعد یه خوب باید برید بپرسید، نمیشه باید برید بخونی تجربه کنی یه جوریشو، میگم باید شبیه ساز اینجوری مخدره که میتونی بغلت بگیری یه چیزی بزنی تو صورتت، میتونی دیگه یه نویز بذار کنار گوشت، بالاخره طرف میخوابه خور و پف میکنه صدا نفسش هست، ببین میتونی با شب بخوابی، ببین مثلا میتونی تحمل کنی توی سایت بخوابی توی زاویه خوب، اصلا ببین بخوای نخوای یه طرف بدنت خواب میره، به خاطر چی؟ به خاطر وزن عصب زیرش میمونه، عصب فشرده میشه، بعدن خواب میره. بعد ناخودآگاه تو خواب جا تو عوض کنی، این پهلو به اون پهلوش یا به پشت بخوابی یا به فلان، نمیشه. نمیشه. ببین الان خودت تو تخت خودت جا میگیری، میتونی راحت بخوابی، یک چسبیده بهت باشه. درنم که شکر خدا هم خونه ها کوچیک، شما تخت خوابت کینگ سایز نمیتونه باشه 3x3. کوین سایز مثلا میدونین کوین مدیوم اون هست. یعنی مثلا تخت خودت 1.20 بود، این شده 1.40. خیلی اوضاع خرابه. خب پول نیست، پول نداری بری یه جایی بگیری فلان، خونه باباتی، خونه بابات از چند قرن پیش بابات این خونه رو گرفته، الان با این رقم ها که اصلا نمیشه. اینه میگم فکر کن. یکی میگه آقا مثلا ما چه میدونم هدفم این است، هدفم اون است، یکی هدف عالی خارج برم، هر چی داری هر هدفی گند عالی بنویس. یکی دنبال اینه به پول و پله برسه، یکی دنبال اینه آرامش داشته باشه، یکی دنبال اینه که رشد کنه. ببین اینها نوشتنش خوب است، من در جایی نیستم که برای شما مشخص کنم هدفت چیه، اما گفتم بهت اگه هدفت سکسه، اگه هدفت پوله، اگه هدفت فراره، اینا خطرناکه، میرسیم همینجور استپ با استپ. گام بعدی شناخت مشکلات فردیه. شناخت مشکلات فردی یعنی چی؟ این که میگم شناخت مشکلات فردی به معنای آن است که شناخت خودتان، چقدر خودتو میشناسی. برای همین قبل از این که وارد هر مقوله‌ای بشید، خواهشم اول برید دور مهارت‌های دهگانه زندگی رو ببینید، یا اگر مثلا در این کارگاه‌های مهارت‌های ازدواج شرکت بکنید، یکی از چیزها و روز که بهتون درس میدن همین مهارت‌های دهگانه است. چرا مهارت‌های دهگانه؟ اولش خودآگاهیه. خودآگاهی سلف اورننس، این چرندیاتی که میخونی، آگاهی با طبیعت، جون دل، عزیز دل، ستارگان، آسترولوژی، انرژی کیهانی، به من میاد این چرت و پرت ها رو بگم آخه نه به من میاد چرت و پرت، مال اونی که چرت و پرت میگه زرده، رنگ من زرد نیست، خودم هم زرد نیست، علمی حرف میزنم. شما وقتی که دورای خود آگاهی سلف اورننس میرید، به طور معمول اینا، حالا اگه دوستای چیز بشن اینا، ببینید آزمون شخصیت ازتون میگیرم، بهتون میگم وضعیت شخصیتتون چیه، خود شناخت شخصیتی از خود به دست میاد. بعد شما میان تو این دوره ها به تدریج نیازهای خودتون رو میشناسین، خواسته هاتون رو میشناسین، نیاز اون میده دیگه، یعنی اون کمبودهایی که دارید. بعد دیمند یا خواسته روش برآورده سازی، بعد متوجه میشید که ترواره های ناسازگارتون چیه، ترواره های عشقی که دارید چی هست. عرض بزرگتون شاید که متوجه میشید گیروگورای شخصیتیتون چیه، مسئله هیجانیتون چیه، رویکردهاتون چیه، سبک های مقابلهیتون چیست. اینا خیلی مهمه. وقتی اینا رو متوجه بشید، پس متوجه میشوید که خب من کیم. بعد از اون متوجه میشید که چه کسی رو میخواید. این میشه مال سلف اورننس، خودآگاهی. بعد از اون میرید همدلی رو یاد میگیرید. همدلی یعنی چی؟ یعنی تبادل هیجانی درست بکنی با طرف، بتونی احساساتش رو متوجه بشی، به ویژه در چه زمانی؟ در زمانی که توی احساس دیگه ای داری.
بعد از اون میرسیم به مهارت چی؟ بعد از اون میرسیم روابط بین فردی. روابط بین فردی چیه؟ دل بدی، قلوه بگیری، مغازله بکنی، عشق بازی بکنی. حالا الان تا میگی عشق بازی سری میرن پارت جنسیش. بابا از اون طبقه نیازهای فیزیولوژیک بیا بیرون. اصلا میخوایم طبقه سه لاون بیلانگینگ. خب الان طبقه یک نباش، بیا طبقه سه. گام بعدی دیگه چیه؟ بعد شما میری سراغ مهارت های ارتباط مؤثر. ارتباط مؤثر یعنی چی؟ یعنی ببین شما هر چی که همسرت هم دوست داشته باشی، قربونش بری، ببوسیش، بغلش کنی، لاو بتره کنی، هر چیزی، باید یه حرفی بزنی طرف بپذیره یه کاری بکنه. یک سری مسائل هست نیازمند تصمیم گیری دو نفر است، محل سکونت هست، خریدهایی هست، نمیدونم حالا ماشین بخرم، خونه بخرم، فلان بخرم، اینا مثلا ساده است. چون دارم مهاجرت میخوای بکنی، میخوای مهاجرت، حالا میتونه توی شهر از یه منطقه به منطقه دیگر باشد، میتونه بین شهری باشه، بین استانی باشه، یا مثلا خارج از کشور باشه به سلامتی، تحصیلات باشه، فرزند آوری باشه، مسئله بزرگ کردن فرزندتون باشه و انشالله به سلامتی که بچه ها سرسامون رسیدن. خب میخواد بچه ازدواج کنه، نه چیز چیز باید باید میشین صحبت کنین. خیلی هست، این میشه ارتباط مؤثر، اصول و فنون مذاکره به قول بچه ها. حالا نه به اون شکل مذاکره و فهمانی که ما درس بدیم، نه، ولی خب این. بعد از اون بعد شما مهارت های حل مسئله رو یاد بگیرید، مهارت های مدیریت استرس رو یاد بگیرید. بالاخره این مسائل موضوعات تو زندگی پیش اومد، استرس یه چیز طبیعیه، چجوری بفهمید بشناسید اینها رو باید یاد بگیرید. بعد مدیریت هیجانی، خب ببین عصبانی میشه دست بچت، عصبانی میشه دست زنت، دست مادر زنت، دست مادر شوهرت، دست شوهرت. یارو میگه خود چیز پولش بیاد حرم سرا، خودش بره کارون سرا. آره خیلی، یعنی کلکسیونم، میدونم این میبندیم بچه ها خودشون از پشت صحنه اشاره میکنن. آخه چیزه این، هم اسکرین هم لپتاپ دوتاش بازه، پیغام میدم. بعد اینا تمامش باید بررسی بشه توی شما. بعد یاد بگیرید چجوری تصمیم گیری کنید، بعد چجوری خلاقیت داشته باشین توی زندگی، چون این زندگی باید خیلی خلاقیت داشته باشین. حالا تو مهارت های همسرداری بهش میرسیم، خلاقیت های بین فردی هست، خیلی چیزا رو شما باید ببینید. بعد برسید به کجا؟ بعد برسید بس تفکر نقادانه. یه جاهایی پیش میاد که شما یک طرفی چیزی می اتفاقی باید آنالیز کنی، سبک سنگین کنی. خود زندگی ایرانی میدونید همه دماغمون تو زندگی هم دیگه است، کله و پک و پوز و هیکلمون تو زندگی اینو اونه. ما خودمون ارزه نداریم، خودمون رو جمع کنیم بعد راجع به زندگی دیگران نظر میدیم. نمیگم تو فامیل هممون هست، تو قوم و خویشا اگه خودمون نباشیم دور و بر داریم. طرف تو کار خودش مونده، تو کار اداره خودش و بچه‌ش و شوهرش و نمیدونم فلان اینا مونده، برای من و شما تصمیم میگیره که شما چیکار کنید، بعد پستولا میده. آره یاده جوکه افتادم، خانومه بود روز معلم و تبریک گفت به مادر شوهرش و خواهر شوهرش، بعد و شما همین که به این درس میده خودتون خوبه. حالا نمیخوام زیاد چیز بکنم ولی هست. حالا دیگه به ما میگن چیز، به خانواده ما میگن قوم ظالمین دیگه، میدونین که ما بدبخت ها، ما مظلومین، آخه فلان، به ما میگن قوم ظالم. چرا دیگه هست؟ بعد اینا رو بشناسید. ببینید این که میگم شخصیتتون رو بشناسید، پیشنهادم این است که شما مثلا تست مثل نئو بدین. نئو خیلی خوبه. این که مثلا یک دو جلسه مشاوره برین، اگه واقعا یه گیر و گوری چیزی هست در بیاد براتون. حالا ما اینا رو همه رو روی این سایت تستمون گذاشتیم، میتونین استفاده کنین، تست رو بزنین، نتایجش میاد. ببین اگه وضعیت تو بعضی از عواملتون ببینید، مثلا عامل N روان رنجورگراییتون، نمراتون بالا باشه، یعنی بحث هیجان، استراب، استرس، نمیدونم پرزش هیجان فلان اینا چیزایی که داره، خشمتون هست فلان، باید برید حتما سایکوتراپی برید، قبلا خودتون یه سیغلی بدید ببینید اوضاع چجوریست. بحث عرض بزرگ شما شاید نیازهاتون هست، نیازهاتون باید شناسایی بشه. میتونید مثلا از پرسشنامه های خیلی خوبی برای طرحواره استفاده کنید. پرسشنامه طرحواره یانگ هست که خب اونو میتونید بیابید بزنید، ما تو سایت تستمون هم داریم، نسخه کاغذیش هم هست، ولی خب لطفا حتما برید پیش کسی که طرحواره درمانی بلده، یا مثلا روی این سیستم های آنلاین مثل سایت ما، حالا چیز دیگه هم بوده که برای چی میگم این که میگم مثل سایت ما، نه سایت ما خیلی خاص باشه، نه ما چرت تحویل شما نمیدیم، چرند و قصه هم نمیدیم، دیتا داریم میگیم و به شما توصیه خالخان باجیگری نمیکنیم، در نهایت اینو معرفیتون میکنیم پیش کسی که بتونه بهتون کمک بکنه. برای این عرض میکنم، وگرنه ما دیگر هرکی، شما ممکنه ایران نباشی، شما ممکنه اصلا به سایت ما دسترسی نداشته باشی، سایت داون باشه، هرچی باشه،
کانال هم حالا داریم میذاریم امکاناتش و اینا رو، که یعنی شما آفلاین آنلاین بتونی استفاده بکنی، اپش هم که بچه ها نوشتن داریم الان بس میکنیم. خلاصه که یعنی همینجوری بتونی صفحه کنی بشناسی خودت. برای طرحواره ها ببینید یه کتاب خیلی خوبی هست، من پیشنهاد میکنم مثلا این رو هم در ادامه داشته باشید برای خود. این کتابی هست به نام این زندگی خود رو دوباره بیافرینید. این طرحواره برای شماست، برای افراد عامه. این که میگم عام ناراحت نشین، خب من روانشناس قاعدتا وقتی من میخوام طرحواره درمانگر بشم باید 20 تا از این کتاب بخونم. این یه دونه خلاصه مجمل مفید. این کتاب سلف هلپه، کتاب خودیاریه. ببینید دوباره زندگی خود رو دوباره بیافرینید. این کتاب خودیاری به این جهت است که ما به عزیزان مثلا توی جلسات که میان اگر قرار باشه که یه تیکه از راه رو باهاشون طرحواره درمانی بریم، اون تیکه از راه رو که میریم باهاشون، این کتاب کتاب خودشون هست که مطالعه میکنن و اینها. اگر نه از نظر بیس که خب انجیل رو ما میخونیم دیگه، چیزای دیگه شو حالا خودشون بهش میگن انجیل، من نخواستم چیز بشه. خب یه سری چیزها هست فلان. بعد یه کتابی هست بهتون میخوام پیشنهاد بدم، ببینم توی قوطی عطاری کجا گذاشتم کتاب را. بسم الله الرحمن الرحیم. کتابی هست به نام قصه عشق. خب پیشنهاد میکنم این را هم بخونید. این قصه عشق چیه؟ طرحواره های شما راجع به عشق و عاشقی. خیلی نکته های خوبی تو این کتاب گفته. از چند جنبه نکته های خوبی گفته؟ از این نظر نکته های خوبی گفته که شما متوجه میشید که ما میگردیم دنبال کسی که اختلالاتمون رو حفظ کنه. برای همین بهتون گفتم ازدواج منجر به خوب شدن نمیشه، تشدید میکنه. ما دنبال کسی میگردیم که طرحواره‌های ناسازگارمون رو تقویت کنه. میگه جوب جوب اینجور آبجاله رو اینجاست. دقیقا ما میریم دنبال کسی. اگه جذبه، برای چی بهتون گفتم اگه یکی بود خیلی تیکهی بود، لعبتی بود، حالا هر چی بود، نمیدونم دختر دیدی بهش میگی داف، پسر بود بهش میگی تیکه بود، فلان بود، آس بود، هر چی که بود، اگه دیدی خیلی آب از دهنت راه افتاد، از دهن همه راه افتاد، این اختلال شخصیت داره. و اگه جذبش میشی و دوست داری، تو هم اختلال شخصیت داری. آره عزیزم، تو هم اختلال شخصیت وابسته داری که جذب اون شدی. خب یا مثلا برفرض میگم اختلال شخصیت وسواسی داری، بعد خیلی خوشگی، این اصلا چیزه اینا تو هیجان حال میکنی فلان اینا، میان اینقدر قشنگ میگن اصلا چیز اینا رو بعد اون کورس های امیدپور رو شرکت کنین، بس اختلال شخصیت و چیزش تو ازدواج و اینا خیلی خوب توضیح میده. حالا ما هم تو کورسامون داریم قشنگ بهتون دونه دونه میگیم این اختلال شخصیت چجوریه، تو ازدواج چجوری میاد و کی جذبش میشه و کی کجا چیکار میکنه، استفاده میکنیم میگیم بهتون. برای همین میگم حتما این دوره های آموزش پیش از ازدواج و مهارت های ازدواج، مهارت های دهگانه زندگی رو حتما باید برید. بعد بیاید یه سری توانمندی ها رو در خودتون ایجاد کنید برای ازدواج. این توانمندی ها شامل چیست؟ در درجه اول پس شو توانمندی های روانی، این که من خودم رو بشناسم. حالا من خودم رو شناختم، بعد بفهمم کیو میخوام. این که کیو میخوام چیه؟ این یه سرفصل جداگانه است. وقتی میگم مثلا این تست شخصیت رو ببینیم چیه، وقتی ببینیم طرحوارا چیه فلان این حرفا، حالا چه جوری میفهمم که کیو میخوام؟ ببینید یه سری کامپوننت یا مؤلفه های تکمیل کننده ما داریم. مؤلفه های تکمیل کننده چیه؟ یعنی چی؟ یعنی ببین من یه پروفایل شخصیتی سالم دارم. من که این پروفایل رو دارم، خانومه چه پروفایلی باید داشته باشه که با من مچ باشه؟ نه اینکه از نظر نوروتیک یعنی بیمار من رو ساپورت کنه، نه، من با چه آدمی جورم که من و اون با هم اوکی. مثلا میخوام بگم در فرهنگ ما در ایران امروزی، در خاورمیانه، در زمان حال، این که مرد برونگراییش کمتر از زن باشه آسیبزاست برای زندگی. چرا؟ چون خانم برونگراییش بیشتره، پارتی میخواد بکنه، بعد مهمونی میخواد بره، بعد سفر بره، ددر بره فلان. آقای چیه؟ آقای نشسته تو خونه مثلا تلویزیون، آخر تفریحشینه چه تلویزیون، تخمه آجیلی چیزی حالا فلان، یا آخر تفریحشینه پاشه بره شمال یه جوجه کبابی چیزی حالا و در کنارش و همین بشینه فلان، یا مثلا دوست داره بره توی جنگل مثلا فلان. خب این برونگرش کمه، خانم مثلا دوست داره بره تور، بره شروع کنه، بزنه سر کله هم دیگه فلان کنه، ها اینجوری. یا مثلا شما میبینید که یه سری از افراد هستن بر فرض طرف اوپن استو اکسپریانسش پایینه، گشودگی به تجربهش،
وقتی گشودگی به تجربهش پایینه میترسه، کاری نمیکنه. وقتی مرد اوش پایین باشه، زن خیلی بالا باشه، حالا زنه چیه؟ سنسیشن سیکینگ، یعنی هیجان طلبی بیشتری داره. حالا خانم برونگرایی بالاتر داشته، هیجان طلبیش هم بیشتره، دوست داره هی بره کجای جدید. آقای چی؟ آقای درونگراتره، بعد انش قاعدتا یه ذره میره بالا وقتی که درون گرایش بیشتر میشه. در این حال هم چی؟ اوپننس تو اکسپریانسش کمه. حالا که اوش کم شد، اوپننس تو اکسپریانسش کم شد، چه اتفاقی میفته براش؟ میترسه بیاد. خانم دوست داره بره بتره کنه، به قول چیز میگفت مثلا بره بانجی جامپینگ، میدونی، بره پاراگلایدر، نمیدونم، بره عرض بزرگ شما پاراشوت با چت بازی فلان، دوست داره عرض بزرگ شما مثلا بره خلبانی یاد بگیره، دوست داره بره کارهای معیرالعقول بکنه، نمیدونم، صخره نوردی کنه، فلان کنه. آقا آخر چیزش اینه که مثلا باشه بره بامتر خیلی کار هیجانی بکنه، مثلا اگر بکشیش بره اون چیزش، اون ترامی که اونجا گذاشتن فلان و اینه میره. آقا خانومه میگه من رفتم رولر کاستر، حالا خانومه رو گفتم مثلا خودم بگم، ما یه جایی رفته بودیم در بلاد کف، پارک آبی بود. آقا این پارک آبی که ما رفتیم یه چیزی داشت، یه یو دراز اینجوری میشوندن روی تیوب، میگفتن اینجا برو بیا، برو بیا، بالا ولت میکردن، یه طرف یال یو میرفتی پایین میومدی. خب من با بابام رفته بودم و اینها، خب ما رفتیم، من هم دیدم مال مفته دیگه، ایرانی بازی، یعنی تیپیک مال مفته. رفتم بالا، این که میگم رفتم بالا، سیمت چلمت بعد میرفتی بالا، یه ذره دو ذره نبود، خیلی بود، شد من از پنج طبقه شیش طبقه بعد میرفتی بالا. آقا ما اینو رفتیم بالا، اومدیم بالا، خدایا گوه خوردم، خدایا غلط کردم، داد میزدم. اومده بودیم پایین بود ایرانی، بودم جدو بود صدا چه ایرانی هست، خودم رو گرفتم انگلیسی قلیز مثلا به حساب خودم باش صحبت کردم و گفتم که نه مثلا من مدیترینیانم، حالا چه میدونستی، بیا پیشبی میخوام. آقا خلاصه اینجوری بهتون میگم، 15 بار رفتم، بار 16 میاد چلام گرفت، گفت بیا 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 دیگه چه خبر داری، میری رایگانی بعد پول بدی. بعد متوجه شدم رسید به ساعت 3، مثلا تا قبل 3 بود. خب من اینجوری میدونی چی میخوام بگم، یا یه سری دیگه رفته بودم یه چیزی مالزی، رفته بودم یه چیز آکواپارک اونجا هم داشت جلو شهر بازی بود، وای چه چیز، اما از این چیزا که مثل کشتی نوح میره بالا میاد پایین. دوباره ما رفتیم بالا و خدایا گو خوردم و خدایا غلط کردم و خدایا بار آخر من سالم برسم فلان. اینم یه 7-8 بار رفتم، یعنی اومدم بیرون دیگه گلوم صدا نه، بعد آروم شدم. میدونی چی میخوام بگم؟ ببین یکی اینه، یه رفیقی دارم، این اصلا مدلش اینه، میگه اگه جای بانجی جامپینگ نیست من نمیام. ما یه جایی رفته بودیم بانجی جامپینگ بود، نفر قبلی رفت با کله اومده بود تو چیز، بعد دیگه گفتن خب چیز شده اینو جمع کنیم، حالا می‌خواست چیزی بگم من برم، گفتم تو این جلو تلف شده تو کجا داری؟ گفت نه اون اشتباه رفت من میرم. یعنی گفت چی میگفت؟ میگفت هندی و هندی تر، اون شمشیرش هندی بود فلان، نه ماجرا هندی و هندی تر که میدونین چیه، یه بابای اومد و گفتش که این شمشیرم هندیه و خیلی تیزه، گفتن امتحان کنیم، گفت همه چی رو میبره حتی سنگ، یارو گرفت شمشیر از بالا زد به سنگ و شمشیرش تیکه شد. بعد میبینی چیه این، تو که میگو این سنگش از شمشیر من هندی تره، حالا دیگه اینجوریه. اینه خب شما با این آدم میخوای چجوری کنار بیای؟ آدم که انقدر هیجان داره و حالا تصور کنید اون یه زنه، خب مرد نمیتونه جمعش کنه و زن اصلا لذت نمیبره از این قصه. این که میگم نمیتونه جمعش کنه بی ادبی معصوم نشه، منظورم اینه که ببینید بالاخره ما در یک سیستمی که هستیم، خانم‌ها دوست دارن خب آقای شلترش باشه دیگه، آقای سایبانش، پشت و پناهش باشه، مثل یک کوه باش باشه. خب میگه این چه مرد بی عرضه ترسوی جوونی هست. توی این عامل‌های شخصیتی مثلا ما یکی از گزینه‌هایی که داریم بحث عامل همین اوپننس تو اکسپریانس، گشودگی به تجربه، هر چی عامل او شما بالاتر باشه شما عاشق پیشه ترید. بله عاشق پیشه ترید، بنابراین عشق خیلی بیشتر تجربه میکنید. و خب شما مثلا تو دوره نامزدیتون خیلی حالا این کسی که اوش بالا هستن، شما اینی کیف میکنی، یک رومانتیک حرکات، اصلا یک حرکتی چه میدونم، مثلا ساعت 3 شب میبینی یه چیزی خورده به شیشت، طبقه 8 چیه مثلا، این میبینی با نردبون آتش نشانی اومدی یه دونه گل بهت بده بره، مثلا بهت میگه سیلیتر الیگیتر، شما بهش میگه فورفایل کروکودایل، در این حد. یا مثلا اینی که میبینی ساعت 12 شب 11 شب یه گروه رو آورده موزیسین مثلا بیان دم از پنجره خونه دختره
اگریبلت چیزش اوپننس تو اکسپریانسش بالا، اما از اون طرف اگریبلنس، اگریبلنس به چه دردی میخوره؟ اگریبلنس توافق پذیری آدمی که ببین اوکی سازگار کنار میاد، هرچی ای بالاتر باشه افراد در مثلا اندورینگ مریجز ازدواج های با دوام بهترند. در ایران تحقیق نکردن، نه خیالتون راحت بشه، دیتا خارجی میدونین طبقا ما چون به قول چیز ناصر الدین شاه میگفت همه چیمون به همه چیمون بیاد، یا میگفت آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، ما نیازی به این تحقیق نداریم، مثلا ما چیزیم قلوه کم این کاره ایم، ما اصلا همه همون پروفسوریم، طرف همین که احساس که طریق جنسی شده شعور داره ازدواج کنه، من نمیدونم مهمترین مسئله زندگی اینقدر چیزه جی 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 تستیکولار قصه اصلا مثلا کورتیکال نیست، کاملا تستیکولاره، حتی ایموشنال مثلا مدار آمیگدالا به کار نمیفته، پایین تر از این است، کاملا تستیکولار، اصلا در سطح نخا تموم میشه قصه. خب یعنی اصلا به نخا، به سیستم لومباره، نخا لومبار خداحافظ، بالاتر هم نمیره، رفلکس های اون پایین. این شخصیت خیلی نکته مهمیه، ای طرف بالا باشه، اگه میخوای با یکی باشی که خیلی تو زندگی پاد بمونه، اصلا نمیدونم شنیدیم مثلا یه چیزایی هست از قدیم میگم، مثلا دخترای فلان جا خیلی مثلا اینا شوهر دوستن، یا مثلا برفرض میگن خلاصه مردمان فلان جا خیلی زن دوستن، اینا کسانی هستن وقتی این صحبت ها میشه، مثلا یعنی اینکه توی اون زنان یا توی اون مردان ایشون بالا، اگریبلنسش طرف تحمل میکنه، تالرنسش بالا، اوکی باشه با تو باش. خب اینا عوامل دوام و قوامه ها، البته طیفه طیف، یعنی شخصیت خیلی قصه داره. یکی از چیزهایی که هست شما باید ببینید که توی موقعیت‌های مختلف طرف چه جور خواهد بود، خیلی تریکیه موقعیت‌های مختلف. یک، شما چی می‌خوای توی موقعیت‌های مختلف طرف چه جوری باشه؟ دو، ببینی اون چه جوریه، خودت چه جوری، خودتون که آزادید در ذهن میتونید پرواز کنید. اولین موقعیت یک ویدیو رایگان گذاشتم، اگه دوست دارین برداشت کن. اولین موقعیت بنویسین، من حالا چیزه دقیق دوست دارین دوباره به دیدین بنویسین. اولین موقعیت که شما باید دقت بفرمایید بهش این است که تصور بفرمایید شما و طرفتون رو توی رخت خواب در سکس کردنه. ببین ویدیو ازدواج لطفا این ناراحت میشی نبین، بعد آموزش بدم بگیم. پس طرفتون رو در حال سکس کردن، خب فرض کنید با هم در حال سکس کردن، حالا هر موقعیتی که دوست داری به خودت مربوطه، ولی خب قاعدتا فرض کن مثلا شما ازدواج کردی توی موقعیتی هستی که سیف تو اتاق خواب خودتونین، حالا شروع کن از فرق سر تا توک پا، رنگ مو، رنگ پوست، مدل مو، ها اصلاحش،